بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، و رو با خبرهای 23 دقیقه از شبکه خبر همراهی بفرمایید. افزایش تعاملات اقتصادی ایران و افغانستان. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت تعاملات اقتصادی میان کابل و تهران افزایش چشمگیری داشته است. آقای سیادت افغانستان را یکی از شرکای اصلی تجاری ایران دانست و گفت میزان واردات از افغانستان 4 برابر شده است. سرپرست نمایشگاه بین المللی مشهد از میزبانی نخستین نمایشگاه صادرات به کشورهای آسیای میانه و افغانستان خبر داد. آقای سلطانی گفت اولین نمایشگاه بین المللی صادرات به آسیای میانه و افغانستان از اول تا 4 آبان در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود. همچنین 150 میهمان از افغانستان، 80 نفر از ترکمنستان، 20 نفر از تاجیکستان و 5 نفر از دیگر کشورهای آسیای میانه حضور خواهند داشت. در نیمه نخست امسال بیش از 360 میلیون دلار کالا از خراسان رضوی به افغانستان صادر شده است. رئیس کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس گفت دولت باید اساسنامه سازمان ملی مهاجرت را به مجلس ارائه کند. سامانه درستی نداریم برای ثبت مشخصات احراز هویت از اتباع خارجی که قرار شده در سازمان ملی مهاجرت این کار انجام بشه و صورت بگیره. نکته دومی که وجود داره، اتباع غیر مجازی که الان در کشور هستن شاید به اندازه اتباع مجاز اتباع غیر مجاز داریم که اینا دولت مکلف شده به وزارت کشور تا پایان سال همه اتباع غیر مجاز را ترد کنند از مرزهای جغرافیایی برن. رئیس اتاق اصناف شهرستان ملارد از صدور اخطار پلم به 4 باغ رستوران در روستای خوشنام این شهرستان به علت بکارگیری اتباع خارجی خبر داد. آقای انصاری گفت هر گونه فعالیت اتباع خارجی در مشاغل مربوط به اغذیه ممنوع است و تیم‌های بازرسی شبانه روز گزارش‌های واصله را پیگیری می‌کنند و با کارفرمایان متخلف برابر قانون برخورد می‌شود. بازرس کل استان تهران و رئیس بازرسی منطقه 1 کشوری نیز پیشتر گفته بودند که تولید کنندگان مواد غذایی حق استفاده از اتباع خارجی چه مجاز و چه غیر مجاز را در محیط تولید مواد غذایی ندارد. شهادت رئیس دفتر سیاسی حماس واکنش‌های بسیاری در میان شخصیت‌های مختلف و کاربران شبکه‌های اجتماعی و افغانستانی‌ها داشت. افغانستانی‌ها یحیی سنوار را مرد قرن فلسطین نامیدند. شهادت یحیی سنوار یکی از فرماندهان جنبش مقاومت اسلامی حماس توسط رژیم صهیونیستی واکنش‌های بسیاری در بین مهاجرین و مردم افغانستان داشت. شخصیت‌های افغانستانی، علما و فرهنگیان با صدور بیانیه اشعار و پیام‌های خود با مردم غزه و جبهه مقاومت ابراز همدردی و غمشرکی نمودند. لحظات آخر جان دادن یحیی سنوار نشانه و سمبولی برای تمام کودکان فلسطین تبدیل خواهد شد. کاربران صفحات اجتماعی شهید یحیی سنوار را مرد قرن فلسطین و او را مجاهد مبارزی که خواب را از چشمان صهیونیست‌ها رو بوده است نامیدند. درود بر تو ای ابا ابراهیم، ای سنوار مجاهد، مبارزی که خواب را از چشمان صهیونیست ها رو بوده بود. تو تا آخرین لحظه مردانه ایستادی و مقاومت را برای نسل غیور فلسطین و جوانان مسلمان آموختی. شهادت گوارایت باد. سنوار را باید مرد قرن فلسطین دانست، زیرا او معامله قرن بر سر آرمان فلسطین پیمان ابراهیم را برهم زد. شورای علمای شیعه و حزب رفاه ملی افغانستان هم با صدور پیام و بیانیه‌ای شهادت آقای سنوار را تسلیت گفتند و او را یکی از مجاهدین معاصر جهان اسلام دانسته و تأکید کردند این شهید بزرگوار تا آخرین رمق به مبارزه پرداخت و الگوی جدیدی از رشادت و مجاهدت از خود به یادگار گذاشت. بعضی از کاربران هم با انتشار بخشی از صحبت‌های شهید سنوار در خصوص حدیث امام علی علیه السلام از شجاعت و پایداری او یاد کردند. خوشا کسی که بعد دستش تفنگ و تسبیح است، رشید در دل میدان رشید می میرد.
و اشعار سروده شده شاعران افغانستانی در وصف این شهید مقاومت. فدای چمن مادرم مرا ببخش، دیگر بس است دستانت را از روی زخمم بردار. گریه صورت سفیدت را خراب خواهد کرد و من نمیخواهم آسمانم زیر آب شود. همیشه در دل تاریخ زنده است مگر کسی که عشق و بلا برگزید میمیرد. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما. و مهاجران افغانستانی شهرستان ورامین با برگزاری مراسم سوگواری یاد و خاطره که شهیدان محور مقاومت را گرامی داشتند. آنها با حمایت از آرمانهای این شهیدان بر ادامه راه و پایبندی به هدفهای محور مقاومت تاکید کردند. شهید سید حسن نصرالله قهرمان مقاومت، این جمله است که در میان مهاجران افغانستانی تنین انداز شده است. شهید سید حسن نصرالله خارج چشم دشمن صهیونیستی و استکبار جهانی و همچنین پشتوانه و تکیگاه مقاومت بود. هیچ باکی از شهادت نداشتن ایشان و در این راه فرزندانی بسیار پرورش کردند و تربیت دادند و تقدیم جامعه و جبهه مقاومت اسلامی نمودند. فکر نکنین که مثلا یک سید حسن نصرالله عزیزمون رو زدن جبهه مقاومت ضعیف شد میشن، نه اینجوری نیست. جبهه مقاومت روز به روز قوی تر و میشن. سید حسن نصرالله یک نماد مقاومت هست. مقابل بدترین شقیترین تروریست جهانی دولتی مثل اسرائیل و آمریکا مبارزه کرد. کل ملت اسلامی منطقه آسیا سید حسن نصرالله دیگر میشن، سنوارهای دیگر میشن، هنیه های دیگر میشن. برای آنها سید شهید مقاومت و دیگر همراهانش نماد امید و استادگی در برابر ظلم و ستم است. قطعا محور مقاومت هم با از دست دادن شخصیت هاشون و رهبرانشون تقویت خواهد شد. مردم افغانستان و ما همیشه پشتوانه شما ایم. هر موقع مقام معظم رهبری فتوا بده ما آماده ایم که به اونا ملحق شیم و در راه خدا شهید شیم. مهاجران افغانستانی اینجا هستند تا بگویند شما تنها نیستید. ما هیچ وقت از پشت مردم غزه لبنان خالی نمیکنیم. افغانستانی ها 100% در کنار مردم فلسطین وای میستن همیشه و همیشه باشون همدردی میکنن و همیشه هیچ وقت باشه این مقاومت خالی نمیکنه. آنها باور دارند راهی که شهدای مقاومت آغاز کردند همچنان ادامه دارد و رژیم صهیونیستی سرانجام نابود خواهد شد. پیام ما انشالله اگر خدا بخواد انشالله نابودی کفار و منافقین فلزی اسلام است. اسرائیل نفسهای آخرش را میکشه. مردم فلسطین، غزه، جبهه مقاومت اسلامی، همه دست در دست هم بدهیم، کمک بدیم، حمایت بکنیم، نفس آخرشو ببریم انشاءالله. عبدالوحید هدی، خبرگزاری صدا و سیما. خدا نگهدار.